نیروهای خاصی عملیاتی وزارت دفاع ملی کشور روز شنبه در چارچوب مانور نظامی که در ساحه ریشخور شهر کابل راه اندازی شد، مهارت‌های نظامیشان را در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشتند. نیروهای خاصی عملیاتی ارتش ملی در این مانور نشان دادند که در جریان عملیات‌ها چگونه از تلفات افراد جلوگیری کنند. آنان همچنان نشان دادند که با استفاده از تاکتیک‌های خاصی عملیاتی یک ساحه را چگونه به تصرف خود در می‌آورند. نیروهای خاصی عملیاتی ارتش ملی در این مانور نهای پایین شدن از بلندمنزل‌ها هنگام عملیات‌های نظامی را اجرا کردند. بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی که در راه اندازی این مانور نظامی حضور داشت، به خبرنگاران گفت تا 2 سال دیگر به کمیت و تجهیز نیروهای ارتش ملی توجه خواهد شد. وی افزود ارتش ملی به چرخبال‌های نظامی نیاز دارد که تا 2 سال آینده نیز به آن دست خواهد یافت. ما ضمن استاوردهای ما، پیشرفتهای ما، با چالش‌های مواجه هستیم. از جمله بحث قوای هوایی ما، شما دیدین که دیگه ما یک هلیکوپترهای ما که از او استفاده میکنیم. در این بار پیش روی ما تیارهای ترانسپورتی را دریافت میکنیم و همونطور تیارهای کشف و همونطور به تعقیبش تیارهایی که اونا از دماربم از او استفاده میکنیم. وزیر دفاع ملی بار دیگر تاکید کرد که پس از سال 2014 میلادی هیچ نوع نگرانی وجود ندارد و امنیت در سراسر کشور حکم فرما خواهد شد. به مردم شریف افغانستان اطمینان میدم که در بعد از 2014 و امنیت بهتر می باشد. اردوی ملی ما و نیروهای امنیتی ما از این کده بالاتر می باشند و اگر تهدیدی هم وجود داشته باشد، خدای نخواسته تهدید خانه جنگی و بوران در افغانستان نی، بلکه تهدید تروریست وجود می داشته باشد که ما همونطوری که در 11 سال گذشته با او مقابله کردیم، بعد از این ما آماده هستیم. در همین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان، کارشناسان نظامی و آگاهان سیاسی که هنگام راه اندازی مانورهای نظامی نیروهای خاصی عملیاتی ارتش ملی در ساحه حضور داشتند، توانایی های ارتش ملی کشور را در بخش های مختلف تایید کردند. هر سهار ده کمربند پسترگو و پشند و مچوی کلوی او بیای ترلی لملا او وای سی خدا منن ملا و ترلل ده خپل وطن ده حفاظت ده پاره ده خپل خلق و ده ملی نوامیس و نه ده دفاع ده پاره ما تا توفیق را که سزو ده خپل وطن ده خلق و ده پاره ده خدمت جو غسم. زمانی که یک سرباز آدم میبینه با یونیفرم مجهز سلاب دست قهرمانان استاد است، ایره بر انسان نوید میته که ما کشور داریم آزاد مستقل با پای خود استاده و به مقابل دشمن چون سنگر آهنین. زنده باد اردوی افغانستان، زنده باد قوتهای مسلح افغانستان، افتخار به شما فرزندان اصیل، افتخار به شما افسران دلیری که همچو فرزندانی را تربیه کرد. با گفته مسئولان قطعه خاص عملیات ارتش ملی که پیش از این به نیروهای کماندو مسما بود در سال 1385 خورشیدی ایجاد شده و اکنون در چوکات دولیوا و نوکندک در کشور فعالیت میکنند.